شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشری به ویژه سرکوب شیعیان هزاره در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر نیز با انتشار گزارشی گفته که شیعیان هزاره تحت حاکمیت طالبان با حملات و سرکوب‌های شدید مواجه هستند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در 57مین نشست دوره‌ای خود وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نیز بررسی کرد. در این نشست به صورت ویژه به سرکوب حقوق شیعیان هزاره و زنان افغانستان از سوی طالبان اشاره شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت که درگیری‌ها در افغانستان به طور مشخص جامعه هزاره را در این کشور تحت تأثیر قرار داده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی خود گفت که گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی با سرکوب شدید در افغانستان مواجه هستند و نمی‌توانند مطابق اعتقادات مذهبی خود عمل کنند، به زبان خود صحبت کنند و هویت خود را ابراز کنند. وی به طور مشخص به وضعیت شیعیان هزاره در افغانستان اشاره کرده و گفت که آنان با سرکوب بیشتر مواجه هستند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی که به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه کرده نیز به وضعیت شیعیان هزاره پرداخته است. در این گزارش آمده است که تحت حاکمیت طالبان حملات علیه هزاره ها ادامه دارد و به چندین حمله در سال جاری میلادی علیه هزاره ها در بخش های مختلف افغانستان از جمله منطقه شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل اشاره شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش به بازداشت دختران هزاره از منطقه دشت برچی کابل به بهانه بدحجابی از سوی نیروهای امر به معروف طالبان نیز اشاره کرده و گفته است که شماری از این دختران پس از چند ساعت و با تضمین یک نفر مرد از اعضای خانوادهشان مبنی بر رعایت دستورات طالبان در آینده آزاد شدند، اما شمار دیگر با مجازات و رفتار نادرست مواجه شدند. در نشست شورای سازمان ملل وضعیت زنان افغانستان در زیر سلطه طالبان نیز بار دیگر بررسی شد و مقام‌های سازمان ملل و کشورهای مختلف برای چندمین بار بر لغو محدودیت‌ها علیه زنان تأکید کردند. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر یاسا، گزارش رو با هم دیدیم و شنیدیم. لطفاً تحلیل شما را در رابطه با موضع‌گیری نهادهای بین المللی نسبت به وضعیت سرکوب شیعیان هزاره و تأثیر آن بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان عزیزی شما سلام عرض میکنم و دویمی که گزارش جالبی بود. البته قبل از این 57مین جلسه دوره کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد، قبل از او هم گزارش های مفصل در این رابطه ارائه شده و خوبی است که این جلسه مهم دیگه هم یک سند دیگه هست که از روزی که طالبان در افغانستان حاکم شده همه بلاها بالای افغانستان آمده. غیر از مواردی که در این راپور ذکر شده که طبیعی است از حقوق زنان، از حقوق معیشتی، اجتماعی و فرهنگی زنان صحبت شده، از برخورد زشت طالبان با تنوع انسانی صحبت شده، غیر از او تقریبا حدود 12 میلیون طفل نیاز به کمک دارن،
23 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند و 9 میلیون نفر از افغانستان به خاطر انظمی گام ها و حکومت استبدادی طالبا فرار کردند. بنابراین همه از این عوامل و جنایت که در افغانستان صورت میگیره، هزاره ها که یک بخش بزرگی هزاره ها پیروان مذهب جعفری هستند، با اونا دو برابر مواجه میشن با این مشکلات، به خاطر از اینکه اونا یک گناه اضافی دارن که اونا پیرو مذهب جعفری است و برخورد طالبا بسیار زشت هستند در مقابل از اونا و اونا را از همه صحنه های زندگی به حاشیه راندن، برای از اونا هیچ حیثیت انسانی قائل نیستند. دیگه غیر از او خدمت عرض بکنم، چیزی که صحبت شده در این گزارش، یعنی گویا سخنرانی جناب آقای فولکر تورک و طبیعی جناب آقای بنت که در این راستا بسیار زیاد زحمت کشیده و به خاطر همون راستگویی طالبان اونا را ممنوع دخول کردن در افغانستان، از اونا هم تشکر میکنیم. اونا از یک مکانیزمی بازدارنده هم صحبت کردن که از چی رقم میشه که طالبان را وادار بکنیم که اونا پاسخگوتر باشه در مقابل از این جنایاتی که همه روزه در حالت افزایش است. بنابراین تاکید شورا برزمی است که باید یک میکانیزم بازدارنده عملی باید از طرف نهادهای معتبر بین المللی باید معرفی شود، یک و دویم سطح تعامل با طالبان هر چی میشه به نازلترین سطح کاهش پیدا بکنه. به اینا هر نوع تعامل فقط تا امروز نشان داده شده که سطح بلند تعامل با اینا رو فقط تشویق میکنه با نقص بیشتری حقوق بشر و جنایات بیشتر بر علیه انسانیت. بله، از شما سپاسگزارم. دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ.